سلام. بامداد جمعه دوم مرداد 1388 برابر با 24 جولای 2009 میلادی. چند تا نکته رو سریع خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که در مورد الله اکبر گفتن روی پشت بوم، این سوال مطرح شده که گاهی ضعیفتر میشه، گاهی قویتر میشه، گاهی در بعضی محله ها بیشتره، گاهی در بعضی محله ها کمتره و چی کار باید کرد. من ابتدا بگم که این سنت که در زمان انقلاب اسلامی هم 30 سال پیش شکل گرفت و مطرح بود، اون دوره هم گاهی شبها ضعیفتر میشد، گاهی قویتر، در بعضی جاها بهتر بود، در بعضی جاها ضعیفتر. این اصلا مهم نیست. مهم این است که یک چنین امکانی برای همه باشه، یک چنین سنتی هست. وقتی که هر شب باشه، اون وقت به مناسبتی که پیش میاد مردم ابزاری دارند که میتونن رأی و نظر خودشونو با الله اکبر گفتن اون شب پشت بوم اعلام بکنن. مثلا تحلیف اگر در پیش برای آقای احمدی نژاد، اون شبش همه این ابزار رو دارن، بنابراین میتونن مخالفت خودشونو راحت سر پشت بوم با الله اکبر ابراز بکنن. اما اینکه چطور میشه بهترش کرد، ارتباط گرفت، احتیاج به کمیته خاص و کار خاصی نداره. تجربه و مطالعه نشون داده که در هر محله، هر منطقه، یک یا دو تا خانواری که بچه‌های جوانی که به خصوص مسائل رو دقیق‌تر دنبال میکنن، اگر خودشون ملزم بدونن 5 دقیقه به 10 برن شروع کنن به الله اکبر گفتن، خانواده های دیگه که حالا یا یادشون رفته یا سرگرمن یا ممکنه یا خود خوابشون میاد یا هر چیز دیگه، تشویق میشن و میان، به سرعت گسترش پیدا میکنه. بنابراین نکته راجع به الله اکبر دو چیز است. یکی این که سنت خوبی است که میشه نگهش داشت، باید نگهش داشت. هر شب از همون 10 تا 10 و نیم، حالا یه ربعش 20 دقیقش هم باشه کافیه. به سر بزنگاه ها خیلی به درد میخوره برای ابراز نظر ملت. و دوم این که برای تداوم و حفظش بهتره در هر کوچه و هر محله یک یا دو خانواری باشن که به طور جد دنبالش بکنن، دیگران رو تشویق میکنن که بیان و به سرعت گسترش پیدا میکنه. تجربه نشون داده با این روش. البته بعضی ها پرسیدن که ما اگه چیز دیگه هم یه وقت قاطیش بگیم، شعاری بدیم یا نمیدونم بوغی بزنیم، کاری بکنیم، اشکالی نداره؟ به نظر من نه. مهم این است که شما حضورتون رو روی پشت بوم ابراز میکنید. چند تا الله اکبر هم که میگید، این تأکید رو دارید که خدا بزرگتر از هر مستبد و دیکتاتوری است. و باقیش دیگه حالا هر چیز دیگه هم بخواید بگید، طبیعی است که بسته به سلیقه و روش خودتون دارید. مطلب دیگه این که این ایمیل مخملبافسازگارا@gmail.com اعلام شده برای گرفتن آدرس شهدا و مفقودین، که اگر اسم محل اسم پدر، محل شهادت، زمان شهادت یا زمان مفقود شدن یا جایی که به خاک سپرده شده اون شهید، اینها رو به اضافه آدرس منزل اون شهید یا اون مفقود، اینها اطلاعاتی است که مورد نیازه. برای اینکه فرض کنید الان پنجشنبه آینده که مردم میخوان توی خیابونا برن گل بدن، بذارن جای شهادت شهدا، دم منزل اونها برن و دلجویی بکنن، سرسلامتی بدن، این اطلاعات مورد نیازه. من خواهشم این است که اطلاعات تکراری که توی اینترنت هستش دوباره برای این ایمیل نفرستید، برای اینکه اونا رو خود ما هم از تو اینترنت میتونیم ببینیم. بلکه دوست، آشنا و یا نزدیکانی از این خانواده های عزیز اگر زحمت بکشن و این اطلاعات رو بدن دقیق، اون به درد میخوره و مطمئنم باشن که هیچ مشکلی هم براشون به لحاظ امنیتی نیست برای اون خانواده محترم شهید یا مفقود، برای اینکه خیلی ساده شما دارید اسم و فامیل و مشخصات و آدرس رو میدید، کسی هم نمیتونه کاری بکنه. نکته دیگه این که راجع به مراسم تحلیف
که از ترس ملت تا به حال چند بار عقب انداختن و مخفی هم میکنن چه روزیه. آخرین اطلاعی که به دست اومده این است که میخواهن گویا شنبه سوم مرداد یعنی فردا این مراسم رو داشته باشن، که قاعدتا آقای احمد نژاد بعد در پیش آقای خامنه ای ایشون حکم رو بهش تنفیذ بکنه، حکم قلابی رئیس جمهوری رو، و بعد هم بره ایشون مجلس و سوگند باز قلابی رئیس جمهوری قسم حضرت عباس رو بخونه، در حالی که دوم خروس تقلب تو انتخابات بیرونه، و این میشه تحلیفشون. چه فردا باشه تحلیف چه هر روز دیگه ای، واجبه که ما در یکی از نقاط شهر تهران حداقل، اگه شهرهای دیگه هم باشه خوبه ولی تهران واجب تره. الان تقریبا هم توافق شده میدون ونک ما جمع بشیم مثلا ساعت 5 بعد از ظهر اونجا، یا اگر بعد از ظهر یک ساعتی مطمئنیم که تحلیف در مجلس در اون ساعته یا صبح، اونجا جمع بشیم و دو تا جمله است که واجبه بگیم. یکی این که آنچنان که دکتر مصدق میگفت مجلس اونجاییست که ملت باشه، لذا اعلام بکنیم اینجا که ملت جمع شده، مجلس مردمه، مجلس واقعیه. و دوم این که رئیس جمهور منتخب ملت آقای موسوی و ملت او رو به رئیس جمهوری قبول داره، نه کسی که از یک تقلب آشکار با یک اقلیت کاملا کوچیک خودش رو رئیس جمهور میدونه. بنابراین این دو جمله، حالا بیشتر از این هر شعار و هر چیز دیگه جمعیت بخواد دیگه خودشون میدونن. این رو هم بگم، اگر روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در میدون ونک اجتماع بود به دلیل تحلیف که اونها میخواستن برگزار کنن، اون وقت اگر دیدید که در اشغال نیروهای نظامی و امنیتی و امکان درگیری داره، میتواند میدون ولیعصر و میدون هفته تیر دو تا نقطه آلترناتیو و جایگزین ما باشه، و اگر اون دو نقطه هم در اشغاله که بچه‌هایی باید برن اونجا خبر بدن به این طرفی ها کسایی که ونکن، که اگر اونها هم در اشغاله اون وقت جای چهارمی که اون نزدیکیست و دیگه حالا از دوربین صلاح نیست من بگم، از این رسانه و سعی شده به خیلی بچه ها به گوششون برسه، باید اون جای چهارمی رو انتخاب کرد که درگیری نباشه. چون همونجور که دیشب هم عرض کردم، اصل بر این است که ما کار صلح‌آمیز بدون خشونت بکنیم و بچه های جنبش سبز سالم باشن و حتی المقدور نه زخمی بشن، نه کتک بخورن، نه دستگیر بشن و نه اینکه خدای نکرده کشته بشن. اصل بر حفظ نیروهامونه. بنابراین اگر تحلیفی هم بود شنبه یا هر روز دیگه، در مقابلش باید ما تحلیف خودمون رو داشته باشیم. مهم نیست آقای مهندس موسوی باشه یا نباشه، مهم این است که ملت جمع میشه و میگه مجلس اینجاییست که من هستم و رئیس جمهور منتخب ما هم آقای مهندس موسویه و او رو به رئیس جمهوری میشناسیم. مطلب دیگه این که در شهرستان ها به کرات مطرح میشه که خبررسانی ما به شهرستان ها نداریم و مشکل در شهرستان ها این است که اساسا خبردار نمیشن که چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه اتفاقی قرار است بیفته. من باز هم تأکید میکنم که بهترین راه حل این است که بتونیم که از تهران یا شهرهای بزرگ بچه های فعالی، حالا خیلی ساده با دوستاشون در شهرستانی که دارن با یک تلفن ساده میشه مطلعشون کرد، از یک تلفن امنی یا از روی اینترنت، اگر یک کسی در شهرستان اینترنت داره با مثلا جیمیل که خیلی امنه، به خصوص وقتی اون سکیوریتیش رو فعال بکنید میشه مطلع کرد، هیچ کس نمیتونه وازش کنه، یا با اسکایپ که دانلود بکنید فوق‌العاده امن، از روش حرف بزنید هیچ کس نمیتونه بین راه بازش بکنه، میتونید خبر رسانی کنید. مثلا از حالا پنجشنبه آینده که شم قرار روشن کنیم به مناسبت سالگرد 40 شهدا و گل در جای شهید شدنشون بگذاریم، شهرستان ها داره سعی میشه که مسیرهای اونجا هم معلوم بشه و بهشون اطلاع رسانی بشه. من نکته آخری هم بگم، حکومت جنگ روانی که با ما داره میکنه
این است که در خارج سعی میکنه به این رادیو تلویزیون ها و رسانه های بین المللی بگه این فیلم هایی که میرسه مال قبله یا مال یک کشور دیگه است، ایجاد شبهه بکنه. راه مقابلش این است که شما وقتی شاتی دارین میگیرین، به خصوص اگر جای امنی استادید، بالکنی، پنجره خونه ای و چیزه، حتما یک روزنامه اون روز رو هم یه شات از روش بگیرید، بعد دوربینو بچرخونید به محل جمعیت. اگر هم بیرون هستید در محل درگیری هستین، بعدن که جای امنی برسین ادامهش میتونید دوباره روشن کنید، یه شات از روی یک روزنامه بگیرید که زمان اونجا میفته. عرضم تمومه، تا فردای دیگر شاد و پیروز باشید.